میگه بخیر. همینطور که میبینیم در پادشاه بو بعد از 10 ضربه مکرد که به وسیله یعقوبش پاراخو به مصر میاد، هنوز پرعو راحت نیستش که به اسرائیل اجازه بده که بره. سوالی که پیش میاد، مگه نفهمید که تمام مصرایم از بین رفت؟ مگه نفهمید که یعقوبش پاراخو خداوند تحت سلطه دنیا؟ حقامی میفرماید شخصی واقعا ممکنه تمام معجزات رو ببینه، ید هشم رو ببینه، ولی هنوز نخواد به واقعیت پی ببره و خودش رو بخواد چشمای خودش رو ببنده از واقعیت. در این زمینه رب خیم والدون یه داستان خیلی جالب و معروفی میارن که یه راننده تاکسی بوده، یه بار داشته به یه رابی راید میداده، داره داشته میرسوندتش و بهش میگه که ببین میخوام بعد داستانی تعریف کنم که من خودم شاهدش بودم. تعریف میکنه که بعد از دوره سربازی در اسرائیل با دوستاش تصمیم میگیرن که برن مسافرت، میان به جنگل‌های تاریک آمازون، تاریک و وحشتناک آمازون، و اونجا چادر میزنن و از این کار اسرائیلی‌ها زیاد میکنن و میان اونجا که به قول خودشون از جوانیشون استفاده ببرن. نصف شب با صدای داد و فریاد یکی از دوستا از خواب میپرن. خب میپرن و میبینن که بله لالینو، یکی از دوستا نصف بدنش تو دهن ماره، تو دهن مار، و از این مارهای بزرگ داره ماره میخورتش. نمیدونن چیکار کنن، شلیک کنن به ماره، تفنگ داشتن. خب این سر ماره تو بدن این داره بدن دوستشونو میخوره، به دومش بزنن چیکار کنن؟ مونده بودن چیکار کنن، واقعا هیچ راهی نداشتن. یکی از بچه‌ها میگه ببین هیچ چاره نیست، حداقل شمعت رو بگو. با اینکه مذهبی هم نبودن بهش میگه شمع بگو، میگه تو چاره نیست. این دوستشون که داشته بلعیده میشده توسط مار، همون موقع دیگه از دیگه هیچ چاره نداشته، شمع اسرائیل میگه. همین که میگه شمع اسرائیل، هاشم میگه نه هاشم خواد، یه دفعه ماره مثل اینکه واقعا پشیمون میشه و دیگه اینو نمیخوره، برمیگرده کم 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 بدنه رو آزاد میکنه و اینا هم همونجا فریز شده بودن، چیکار نمیکنن و ماره بارو پشه میره. بعد از این اتفاق این دوست ما تصمیم میگیره که برگرده به ارس اسرائیل، بره یشیوا و مذهبی بشه و این معجزه رو که میبینه دیگه به خودش میاد. جناب راب که داشته این راننده برش تعریف میکرده، اون دوست که این اتفاقه برش میفته بهش میگه خب تو این معجزه رو دیدی، چرا خودت تکون نخوردی؟ چرا خودت نرفتی یشیوا؟ شخص برگشت و گفت به خاطر اینکه ربای این معجزه برای دوست من اتفاق افتاد، برای من که اتفاق نیفتاد، برای دوست من اتفاق افتاد. متاسفانه خیلی از ماها معجزات میبینیم، خیلی از ماها دست هرشمون در زندگی میبینیم، ولی برای خودمون بهانه میاریم، نه حالا یه بار شده، حالا برای ما دوستمون شده، حالا اینجوری حالا اونجور. پرعا هم همینطور، نه تنها قدوش با خومت قلبش رو سفت کرد، سخت کرد که قبول نکنه، ولی خودش هم نخواستش قبول بکنه. برای همین خیلی آدم به خودش بایدش بیاد و خودش رو بیدار بکنه تا بخواد بیدار بشه. اگه کسی نخواد خودش رو بیدار کنه، هیچ وقت بیدار نمیشه، همیشه تو خواب خرگوشی میمونه. این خنانی همه نگاه شما رو سقرش با